در قلب ایران زمین یک شهر باستانی فراموش شده است به نام پارسه یا پرسپولیس. بیشتر از 2500 سال از ساختن این شهر میگذره. در جهان اون روز به پرسپولیس میگفتند ثروتمندترین شهر زیر آفتاب، The richest city under the sun. این شهر پایتخت بزرگترین امپراتوری بود که دنیا تا به حال به خودش دیده بود. اما بعد از اینکه این شهر تخریب شد، برای 2000 سال به یک شهر فراموش شده تبدیل شد. نوشته هایی که توی این شهر پیدا شده درباره این امپراتوری عظیم و این شهر خیلی چیزا به ما یاد میده. اما در مورد این شهر بیشتر از همه مورخین یونانی نوشتن. اما یونانی ها در آن زمان بزرگترین دشمن امپراتوری بودند و با این دشمنی شدیدی که با امپراتوری داشتن، با این حال فقط چیزهای بد در مورد اون ننوشتن، بلکه چیزهای خوب امپراتوری را مجبور شدن بنویسن. امپراتوری که بیشتر از 250 سال تمام دنیای متمدن اون روز رو در قلمرو خودش داشت. 2550 سال پیش کوروش بزرگ این امپراتوری رو پایه‌گذاری کرد. یونانی ها در مورد کوروش گفتن که انسانی بود که همه رو به خودش جذب می کرد. به قول امروزی ها خیلی کاریزماتیک بود. اون با همین کاریزمایی که داشت تمام مردم دنیای اون روز رو به خودش جلب کرده بود، به طوری که اونها دوست داشتن تو قلمروی امپراتوری باشن. کوروش امپراتوریشو از این منطقه آغاز کرد و با اتحاد با مادها اولین امپراتوری بزرگ دنیا رو که یک سرش به هند میرسید، یک سرش به مصر و اتیوپی، شمالش به روسیه و شمال غربش به یونان ختم میشد. اما این کلیپ در مورد شهر گمشده پرسپولیسه، برای همین باید دوباره روی پرسپولیس متمرکز بشیم. بریم 2515 سال پیش، سالی که داریوش بزرگ تصمیم گرفت پرسپولیس رو به اوج خودش برسونه. داریوش چهارمین شاهنشاه هخامنشی بود. این چیزی که از تخت جمشید یا پرسپولیس دارید میبینید برای 2000 سال زیر خاک بوده و چند تا چیز جزئی فقط از خاک بیرون بوده. اما وقتی فهمیدن یک همچین شهری این زیره، تصمیم گرفتن که اونو از زیر خاک بکشن بیرون و در سال 1930 این عملیات شروع شد. بعد از خاکبرداری ها مقدار زیادی سنگ نوشته پیدا شد. تو دنیا چند نفر بیشتر وجود ندارن که میتونن خط میخی رو بخونن. یکیش خانوم دکتر ماریا بروسیوسه. با توجه به این که تعداد زیادی از این سنگ نوشته های کوچک در پرسپولیس پیدا شده، متوجه شدن که این سنگ نوشته ها صورت حساب کارگرهایی که توی پرسپولیس کار میکردن. وقتی کارشون تموم میشده اینو میگرفتن تو دستشون و میومدن پلوی سرپرستشون
اونم یک هک تو سنگشون میکرده. یعنی این کارو کردی، اینقدر هم اجرتشه. در دورانی که همه دنیا از برده ها کار میکشیدن، این امپراتوری افتخارآمیز مزد هر کسی رو به موقع پرداخت میکرده. سنگ نوشته های کشف شده در پارسه خیلی از مسائل رو در این شهر روشن کرده که اینجا با چی ساخته شده و با چی تزیین شده، سقفش چی بوده، زمینش چی بوده، همه چیز مشخصه. برای اینکه بهتر بفهمیم اجازه بدیم بریم 2500 سال پیش ببینیم اینجا چه شکلی بوده. قلب این شهر آپادانا بوده، جایی که داریوش می نشسته و از تمام ساتراپا، همه ملیت‌ها و قوم‌ها به حضور داریوش می رسیدن و با هدیه‌ای که به اون می دادن وفاداری خودشونو به امپراتوری اعلام می کردن. در این امپراتوری همه برابر بودن، نه دین، نه رنگ پوست، نه قومیت و نه جنسیت، هیچ فرقی بینشون نبوده. برای همین همه دوست داشتن جزء این امپراتوری باشن. این کاخ آپاداناست، سالونی باور نکردنی در دوران باستان با سقفی بسیار بلند روی ستونهایی از سنگهای یک تکه. سقف کاخ آپادانا با چوب سدر پوشیده شده بوده، چوبی بسیار معقول و خوشبو. یک کاخ دیگه در این شهر کاخ صد ستونه که توسط خشایارشا تکمیل شده. این ساختمون‌ها به اضافه ساختمون‌های جلساتشون همگی روی یک تراس 15 متری قرار گرفته بودند. میشه عظمتش رو تجسم کرد. ساختمون‌های این شهر به طرز خارق‌العاده‌ای با هم هماهنگی داشتند. کتیبه‌های درون پرسپولیس خود گویای همه چیزند. تمام مردمی که در امپراتوری زندگی می‌کردند در اینجا روی سنگ کنده شدند که معمولاً برای شاه دارن هدیه میارن که از امنیت و عظمت امپراتوری تشکر کنن و خودشونو جزء اون بدونن. در صف این انسان‌ها از سه قاره آدم وجود داشته: آفریقا، آسیا و اروپا. اثراتی که سالم مونده واقعاً نشون میده که چه هنری در این سنگ تراشی به کار رفته. پارسه مرکز دینی و فرهنگی امپراتوری بوده. آدم‌هایی که برای اولین بار می اومدن اینجا و این پله‌ها رو می‌دیدن بسیار متعجب می‌شدن، چون تو عمرشون یه همچین عظمتی با این پلکان ندیده بودن. اینجا دروازه ملله. تمام مهمون‌هایی که از هر طرف امپراتوری می اومدن از این دروازه وارد محوطه می شدن. در موقع ورود از دروازه ملل تازه وارد مات و مبهود می شده و این عظمت می گرفتتش. بعد از اون مهمون وارد حیات ورودی می شده و همینطور می رفته جلو تا میرسیده به تراسی که شاه اون بالا بوده، یعنی کاخ آپادانا. هر کسی وارد این کاخ میشده سر به هوا راه میرفته، چون نمیتونسته چشم از این همه زیبایی برداره.
برخلاف بسیاری از تمدن‌های گذشته، شما در پرسپولیس هیچ چیزی از جنگ نمی‌بینید. همش دوستی و مودته و حتی در بعضی سنگ‌تراشا دستا در دست همه. تو سنگ نوشته های پرسپولیس نوشته شده شاهنشاه هیچ موقع جنگ نمیخواد و در درجه اول به دنبال صلحه و با ارزشترین نوشته ها اینه که در این امپراتوری هیچ کس رو به خاطر دینش یا نژاد و قومیتش مورد بازخواست قرار نمیگیره. هیچ کس نمیتونه در تاریخ این امپراتوری به خودش تردید راه بده، چون این امپراتوری به این عظمت اثراتش در سر تا سر این امپراتوری وجود داره و نشون میده که در اون 250 سال مردم این مناطق در صلح و امنیت در کنار همدیگه زندگی میکردن. یک باور خیلی جالبی در پادشاهان هخامنشی وجود داشت که معتقد بودند وقتی مردم شاد و راضی باشن امپراتوری قوی تر میشه و اون رضایت به خود شاه هم میرسه. در سرتاسر این امپراتوری امنیت برقرار بوده. شما فکرشو بکنید در اون زمان در یک امپراتوری به این وسعت چه کار سختی بوده. بیشتر از 4000 کیلومتر عرض امپراتوری بوده. اونها جاده های زیادی کشیده بودن و اینها اصلی ترین اون راه ها بوده، چه از هند تا اروپا و مصر امتداد داشته. هخامنشی ها پس رو بنیان گذاشتن. در سر تا سر امپراتوری نامه ها به مقصد می رسید. اونها در تمام راه ها چاپارخونه هایی درست کرده بودند که همیشه اسبای تازه نفس اونجا ایستاده بودن و چاپاری که از راه می رسید اسبش رو عوض می کرد و به راهش ادامه می داد. میدونید که شهر پارسه بعد از کوروش بزرگ ساخته شده، اما اجازه بدید یک نگاهی هم به پاسارگاد بندازیم، جایی که کاخ کوروش بزرگ در اون قرار داشت و آرامگاهش هم اونجاست. پاسارگاد در زمان خودش پیشرفته ترین مکان بوده. این بقایای کاخ پاسارگاده که در وسط یک باغ قرار داشته، باقی که بهش میگفتن پردیس و لغت پارادایس انگلیسی هم از این حرف اومده. این باغ اولین باغی در دنیاست که سیستم آبیاری داشته و با این سیستم آبیاری همه جور گل و گیاه در این باغ پرورش داده میشده. نوشته های گزنوفون میگه کوروش بزرگ هر جایی که میخواست زندگی کنه بایستی اونجا مثل باغ میبوده و گل و گیاه در اونجا پرورش پیدا میکرده. تو نوشته های یونانی اومده که کوروش بزرگ اگر در باغ بوده حتما میگفته من باید یک خدمتی به این باغ بکنم بعد غذا بخورم. بیشتر درختایی که تو پرسپولیس یا پاسارگاد کاشته شده بوده، درختای میوه بوده، مثل درخت توت، انار، زیتون و انگور. این عظمت این امپراتوری خار چشم دشمنان بود، کسانی که به این شکوه عظمت حسادت می‌کردند. اونها می دیدن که تمام اتباع امپراتوری لباسهای مرتب می پوشن، کفش پاشونه و لباسهاشون رنگهای خیلی زیبا داره. اما یونانی ها در این دوره یک پارچه می پیچیدن دورشون یا اینکه هیچی نمی پوشیدن. اونها از این کار ایرانی ها که لباس خیلی مرتب می پوشن خوششون نمی اومد و از حسودیشون مسخره می کردن. اگر بخوای یک لقب امروزی بذاری، باید بگی که اسکندر یک لات بی سر و پا بود. و به یونانی هایی که دورش جمع شده بودن میگفت ایرانی ها مثل زنان، چون هم لباس میپوشن، هم زیورالات به خودشون وصل میکنن. برای همین اونا ترسو هن. اسکندر تصمیم گرفت به خاک امپراتوری حمله کنه تا ثروت به دست بیاره.
اما متاسفانه امپراتوری رو به اضمحلال بود و اصلا نظم قبلو نداشت. اسکندر هم از فرصت استفاده کرد و به داخل امپراتوری یورش آورد. وقتی اسکندر رسید به پارس، داریوش سوم کشته شده بود و امپراتوری پادشاه نداشت. اسکندر هیچ مانعی سر راه خودش نمیدید، اما یک سردار غیور ایرانی به نام آریوبرزن با افراد مردودی که با خودش داشت جلوی اسکندر رو گرفت و حرکت اونو به تأخیر انداخت. اونها تا آخرین نفر کشته شدن و اسکندر وارد پرسپولیس شد. پروفسور لوید لیوین جونز میگه که اسکندر مقدونی به قدری عقب افتاده بوده که شکوه و جلال پرسپولیس اونو مبهوت میکنه، به طوری که اصلا نمیدونسته میخواسته چی کار کنه. دکتر جونز میگه به امثال اسکندر در اون زمان یونان میگفتن لات کوهی، یعنی کسی که اصلا تمدن نداره و وارد پولدارترین شهر دنیای اون روز شده. روایت‌های مختلف از این روزهایی که اسکندر در پرسپولیس وجود داره. یکیش میگه که اون با معشوقش و دخترایی که دورش جمع کرده بود حسابی مست کرده بودن و اسکندرم برای اینکه جلوی اونا خودنمایی کنه، جلوی اونا گفت من میتونم این عظمت رو به آتیش بکشم و به سربازاش گفت آتیش بزنید. البته طلاها و پولها رو قبلا تخلیه کرده بودن، به طوری که میگن وقتی اسکندر به مقدونیه برگشت تو تمام اون منطقه و یونان تورم به وجود اومد و این به خاطر پولها و طلاهایی بود که از پرسپولیس به غارت رفته و به یونان و مقدونیه برده شده بود. کل پرسپولیس رو به آتیش کشید چون تمام اثرات آتش سوزی به جا مونده. دکتر ماریا بروسیوس در این مورد میگه کار اسکندر یک عمل تروریستی امروزیه، چون هیچ ارتش و نیروی جلوش نبوده و اون فقط به خاطر حسادتش به ایرانی ها این شهر رو به آتش میکشه. اما این سرزمین همیشه بعد از هر مکافاتی مثل ققنوس از خاکستر خودش بلند شده.